دوستان عزیز، میخوام بهتون یه چند تا آموزش بدم در رابطه با سیزن جدید که داره میاد که چجوری درآمدزایی بکنید. یه خورده طولانی بشه حرفام، ولی ازتون میخوام که خوب گوش بدید چیزایی که میخوام بهتون بگم و یه سری روش میخوام بهتون بگم، مثل راه حل ها، تجربه است دیگه، از اون تجربه میخوام بهتون بگم. خب ناگهان دوستان عزیز، ما یه سری گلدای آسون داریم در درآمدزایی، یه سری گلدا سخت‌تره در درآمدزاییش و قوی‌تره، و یه سری گلدا پیچیده است و تو طولانی مدت جواب میده. ما به چی کار بکنیم؟ اولی که من بازم میگم، من توی ویدیو یوتیوب هم رنگ بندی کردم، پیشاپیش دارم بهتون میگم، اسکنینگ 2004 2001000 2100 میلیارد، تمام اینا به مرور زمان به چخ میره، بخاطر اینکه بیزار نرف میکنه. برای همین من آخرین ورک گذاشتم اسکنینگ توی ویدیو رنگ بندیم، و عقیده دارم هربامان بسیار قدرتمنده، به دلیل اینکه استدی تره، هیچ وقت بیزار گلوسنگو نرف نمیکنه، و وقتی هم نالج شما میگیری قوی تر هم میشه به مرور زمان. ولی شما اگه میخوای مغازه داشته باشی، پول در بیاری از ورلد آف وارکرافت، شما که واقعیتش نمیای فقط یار بفروشی، میای چهار تا میوه دیگه هم میفروشی، پس درنچه به یک کار بسنده نباید بکنید. چند تا چیز مهم داره الان من میخوام بهتون بگم، خوب گوش کنید، یه دلیلی هم هست من اومدم اینجا. مهمترین چیز میشه بیوی فارم، بیوی فارم، بیوی آیتم های باوند آن اکویپت، یعنی وقتی دراپش میکنی سول باوند نیستش، وار باوند نیستش. بچه وار باوند هم یه جوری سول باوند به حساب میاد. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ قبل از هر چیز آموزش رید، بچه تامنیلش عوض کردیم، آموزش رید نروار پلس و آموزش تمام دانجن ها رو واسهتون گذاشتم توی یوتیوب، میتونید برید باسا هم زیزگولی مودریتور هم جدا جدا کرده، تمام باسا رو واسهتون گذاشتم، این خیلی خفنه. اینم بگم چنل دوم من حاجی ها هم ساب بکنید، دمتون گرم. حالا جدا از اینا، برای یه لحظه وودو بیاریم بالا. بیوی فارم بچه ها، شاید یه سرتون میگه آجی رید بیوی نداره، ما باید بریم سیم نرو بار پلس. من بخوام بهتون بگم چجوری میشه فهمید اینجا بیوی داره. وقتی شما اون رید رو بتونی بیاری بالا، یه سری دراپش رو شما میتونید ببینید، یه سری نمیشه چیز زون دراپه، و اون زون دراپ ها خب مسلمن قشنگ میتونید متوجه بشید دیگه، مثلا چه چیزایی داره، چه حالا من الان این اونی که میخواستم نبودش، خب این فعلا داره کل باسا رو نشون میده، ولی لوتش رو میتونید پیدا بکنید. حالا این اون لوته نیست، این در واقع از باسا داره، باسا رو داره میگه، ولی من لوتش رو درآوردم، بیوی داره. این که مثل دراگون فلاید حالت میتیکش اینا رو میدونم، سوال واسه من دقیقاً نمیدونم، مطمئن نیستم مثل دراگون فلاید آدم میسیک و اون حالتی که مثلا نشه فروخت اینا، ولی چه اگه بعد باس یک ترش داشته باشه، چه قبل باس یک، مسلما قابل فروشه. ولی یه نکته که خیلی 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 مهمه توی فروش بیایی، خواهش میکنم ازتون، برای خودتون میگم، من که از پول در نمیارم، توی کازاک و سیلورمون هر جا بازی میکنید نرینید تو قیمت ها، برای خودتونه. البته فقط شما نیستید، هزاران هزار نفر فارم میکنن رو هم دیگه، خیلی زیادن، ولی بازم نرینید، صبور باشید، فوق العاده گرونه. مسابقات ریس تو ورک فرست گیلدا میخرن گل درون بازی برای خرج کردن درون بازی تو، حالا میفروشیش پس متاسفانه به خاطر شرط اقتصادی، و در نتیجه پس مثلا نگران نباش. و اینکه بهت پیشنهاد میکنم که حتما حتما به میساق توی دیسکورد پی ام بدی، به رفیقمه، و میساق چون من میخوام کمکش کنم بیوی فارم بکنه، رفیق صمیمه، شما میتونید باش برید، حالا آماده باشید، هماهنگ میکنیم با هم دیگه توی دیسکورد، یعنی من یه 30 نفر میخوام بچسبونم میساق برام بیوی فارم. پس از نگران این قضیه نباشید، بیوی فارم. یه چیز خیلی مهم میخواستم بهتون بگم، ما سیستم چی داریم؟ ما یه سیستمی داریم به اسم واربند. واربند بدین صورته که من میتونم آیتم ها رو جابجا بکنم بدین صورت، و مثلا الان فرض کنید مثلا من یه بیوی توی این، فرض کنید چکشه بیویه، مثلا من این چکشه رو دارم، مثلا اینجوری برش میدارم از رلم دارقوزآباد و بدین صورت میارمش توی مثلا رلم خودم که مثلا رلم فلان جا، اصلا از کازاک در میارم، میام اینجا میفروشم، اصلا از کازاک میخرم آیتم بیویی، از کازاک میام میخرم قیمت مفت، میام توی رلمی که قیمتش گرونه میفروشم. چجوری میتونم بفهمم اون رلمو؟ با لوگین کردن و چک کردن اکشن هاستش. بچا اکشن هاست متریال مواد خام جهانیه، البته این چیزی که دارم بهتون یاد میدم کار هر کسی نیست، هر کسی ارزشش رو نداره، منظورم که تواناییش، ارزه تواناییش رو نداره، به دلیلی که شما باید سرور رو بشناسی، پاپولیشن رو بشناسی، تعداد گیلدا رو از کجا بررسی بکنی. ما یه سایتی داریم به اسم سایت وو پروگرس، اگه وو پروگرس، از این سایت میتونی شما در بیاری گیلدا رو که کدوم گیلدن تو کدوم رلمن و رلما پاپولیشن شونو
میام خیلی نیاز به دانش داره. دانشش رو داشته باشی من پس میفهمم که آقا این رم رم خوبیه، اون رم رم خوبیه و این رم قیمت نشکسته است. از آندرمان جورنال سایت استفاده میکنیم، مثلا میذارم روی رم میل مثلا مکتردن ایو، میام تو قسمت آرمور و اون آیتمو چک میکنم، هولی شت کازاک خریدم 100 گی اینجا، ولی مثلا دراپ کردم اگه کازاک بذارم 100 گی میذارم، ولی اینجا تو مکتردن میذارم بذارم 800 گی. اوکی مثال دارم میزنم. پس اینا خیلی بازی بازی و اون گلد واربندته، میذاری توی بانکت و استفاده میکنی. پس به چخ ندید قضیتون رو. حالا پس ما حالا اینو داریم. یه چیز دیگه من میخوام بهتون بگم، اینو خودم بچه ها بهش فکر کردم. من بودم فکر کردم که آقا ما ایرانی ها، یعنی در واقع شما خیلی دوست دارید کار مفتی انجام بدید، خیلی سریع به یه خیلی ساده، خیلیاتون دانشتون اونقدی از بازی نیست، هنگام دارید کسی خورده نمیگیره اوکی، ولی مثلا دوست پولم در بیارید. حالا چه مثلا میخواید دیسنچنت بکنی یه چیزی، و شاید دلت میخواد دیسنچنت بکنی یه چیزی، یا نه مثلا دلت میخواد که مثلا پارچه در بیاری. خب میدونید که بچه پارچه در آوردن شما اون تلنت پارچه‌تون رو، حالا من بچه فکر نکنید من میخوام فارم بکنم چون فارم انجام نمیدم، همینجوری فارم یعنی اینو همینجوری گرفتم، ولی شما میدونید که تکسال تریجر میرید و این حالت هیومانوید، از هیومانوید شما چانس بیشتری دارید که هیومانوید یه تایپ کریچر توی جهان وارکرافته، از هیومانوید پارچه بیشتر میکشید. ما یه پیشداری دارم، ما یه دانجنی داریم اینجا به اسم دانجن Priority of the Secret Flame. من خب به حال کارم سرچ کردنه، شما بیان یه کاری بکنید، بیان اینجا و ما یه سرچ میکنیم، می‌نویسیم Priority، همین الان بهتون میخوام نشون بدم Priority of the Sacred Flame. یک زونیه، یک منطقه است، ما می‌ریم اینو بررسی میکنیم و بدین صورت این که شما میبینید که بسیاری آیتم از باس ها دراب میکنه و NPC داره. نا کنید NPC غیر از باس هاش، ما کلی NPC داریم، آراتی فوتمن، آراتی نایت، آراتی نکرویت. من اینا رو باز میکنم ببینیم چی داره توش. وقتی اینا رو باز میکنم میبینم که هولی شید، از رسپی گرفته و پارچه گرفته و کلی و دنیای آیتم سبز شما مشاهده میکنید که از این یونیت و خیلی چیزهای دیگه، حتی چانس برای اینسکریپشن و ریجنت و خیلی چیزهای دیگه و کلی NPC. حالا یادتونه من یه فارم بهتون یاد دادم در رابطه با دانجن، اسمش چی بود؟ دانجن باتل فور از راست میرفتی همه رو میکشیدی ای او میزدی، فکر کنم اسمش بود فری هولد. بله فری هولد. این فری هولد بعدیه، کسی هم تا حالا تو اینترنت بهتون نگفته ولی الان زورتون نمیرسه. من الان آیتم لول وارلاکم، ما میگیم 570. اوکی من الان زورم نمیرسه بخوام همه رو بزنم، ولی یه تانک داشته باشم میتونم بزنم، ولی بازم کافی نیست، به درد نمیخوره. ولی میدونی کی به درد میخوره؟ اینو از الان بهت میگم چون میخوام جلو جلو، هیچ کسی بهتون تو اینترنت اینو نگفته، جلو جلو من ساختمش، من دارم بهتون میگم. دوستان عزیز برید گیراب بکنید. شما گیر 630 باشه بلد نیستی گیراب بکنی، ویدیوی من راجع به گیراب ببین، نمیدونم ادورتایز کنم، برو ببین خیلی به دردت میخوره که چجوری آیتم لول تو 639 بکنی. من میخوام خودم، من خودم تو سه هفته آینده بی منو ببین 630 نبودم گردنمو بزن. اوکی خب به حال 630 بشید اینجا، بذار رو ده، بذار رو پیمن نرمال، پیمن نرمال آیتمی که دراپ میکنه 550، 630 30 تا اینجا 50 تا اونجا، 80 تا آیتم لول قوی تری، اچ پی خود واریور فیوری میشه 10 میلیون، 10 میلیون همه رو میکشی اینجا میگیری، لاین اف ساید میکنی، بوم ای او میزنی توش. چیه تکسال تریجر؟ کلی فاکین پارچه، کلی آیتم میگیریم درجا دیسنشن. هر آیتم دیسنشن ما الان بخوام بررسی کنیم من ندارم فکر کنم، ولی اگه فکر کنم اگه اشتباه نکردم باشم، الان امروز نگاه کردم قیمتش خود بیشتر شده بود چون من 85 جی فروختم، امروز نگاه کردم 100 جی شده بود رنک یکش و رنک 3 استارداست، چون که اینا از دیسنچنت آیتم سبز به دست میارن رنک 3ش 240 تا گل بود. یعنی تو بتونی تو هر ران 10 تا هم در بیاری، ببین مثلا هر ران کلا 3 دقیقه 4 دقیقه گل نمیشه دیگه، ولی هر رانی تو 3 دقیقه 4 دقیقه یا می 3 کی 4 کی گل در میاری و این یه حالت استدیه. به درد شما ایرانی ها استدی میخوره. استدی یعنی چی؟ ثبات. ثبات مهمتره، کم باشه ثابت باشه خیلی بهتر از این که پخش و پلا باشه، مثل اسکین و اینا که خیلی واسهتون پخش و پلا و نرف و باف میشه. پس این یه چیزی که من مینیستر پراری پراری اف دی سیکرت فلیم پی او اس میشه، پی او اس اف. حالا یه چیز دیگه ما بخوایم بررسی بکنیم دوستان عزیزم، ما یه چیزی مثل کرافتینگ، کرافتینگ رو شما نباید تو اکشن هاست بفروشید غیر از آیتمایی که مثلا سوکت پانچ
مثلا برای جول کرافتینگ میسازه، خب اونم میذاره اکشن هاوس، یا جم رو میذاره اکشن هاوس. ببینید نکنید برای شغل ها یه چیزایی که خیلی وجود داره، حالا من مثال فقط میخوام بزنم، ما چیزایی که توی شغل ها وجود داره که خیلی شما باید توی شغل ها در نظر بگیرید، مثل مولتی کرافته. ببین وقتی شما مولتی کرافت داشته باشی، ریسورس فولنس داشته باشی، سود میکنی، یعنی تعداد بالا بتونی بسازی و شانس اینکه دو برابر سه برابر بسازی داشته باشی و رنگ بالا و ریسورس فولنس، یعنی منبع هم ازت نگیره، اون وقت این قضیه بازدهش میشه، سودش میاد بالا. اینا نیازمند چیه؟ نیازمند اسکیل تا آخر صد بره بالا، پروفشن مناسب باشه و در کنار اون تالنت های مناسب. حاجی بالک من نمیدونم اینو باید بگم تالنت ها کدومه؟ ویدیو آموزش تالنت رو تو یوتیوب هم گذاشتم، اصلا کونه لق من ویدیو کس دیگه رو ببین، احتمالاً کسای دیگه هم شاید خارجی اینا هم گذاشته باشن، ولی بابا من هم گذاشتم، همه رو منم برات تو 45 دقیقه تمام شغلا رو باز کردم تا توانی که داشتم. به هر حال من به تو پیشنهاد میدم نترسید بشینه دو سراغ کرافت کردن. کرافت و الزاما تو اکشن هاست نمیفروشن. الان یکی از دوستان به اسم زیزیگولی با من گفت حاجی والله الان کمیسیون مثلا ترید، ما خب ما باید پیام بدیم کمیسیون مثلا ساخته این آیتم 606. خب این وقتی این طرف اینو الان 606 ساخته، چند روز دیگه اینو باز مکس لول تر، باز قوی تر میشه کمیسیون این آیتم، الان 10-15 کیه. رلم کازاک قیمتش میاد پایین، رلم های دیگه را شما باید سرمایه‌گذاری میکردید، اگه نکردید برید، هنوز 5 روز تا رید مونده سرمایه‌گذاری کنید. نالج گرفتن خیلی آسونه، ادانس داره، با ادانس خیلی راحت میتونید نالج شغلتون رو بیارید بالا. ادانسش رو من فکر کنم داشته باشم، حالا الان لینکش هم. بله این ادانسشه، به همین راحتی چی شد اصلا؟ اینجوری میتونید روی اینا کلیک بکنید، این باز میشه و توی دانجن باز نمیشه. من با از رید برم بیرون، فعلا لودش رو بزنم که همه جا اصلا لود بشه، فکر کنم باز دانجن برم بیرون. به همین راحتی نالجاتون رو فارم بکنید، یعنی فقط نزدیک نالج یه شغلش 20 تا نالج رو از هم تریجه میجه رو اون علاوه NPC نا کنید. مثلا من تیلور کلی چیز نگرفتم، NPC شغلتون کوست میده بهتون، بهتون میگه که برو برای پاترونت، بهت میگه برو برای پاترونت کرافت اوردر بهت میده، خیلی باله، بهت کرافت اوردر میده. حالا بعد بری کنار تیبل برای پاترون، خود پاترون من 4-5 تا واسه ساختم از پاترون که همون هوش مصنوعی میشه نالج گرفتم. از اون بر رینان به راحتی میشه بیاد. والا من خیلی وقت نمیکنم بازی کنم، ولی برا الان میساق رینان تو حالش همه 12 نالجش تا خرخره گرفته، بهش گفتم شغلای دیگه هم میخوایم بیاریم بالا براش کمکش کنم، بازم میگم چون دوستمه و خیلی راحت، کلی هم نالج از اینجاست. بله بگه عمرال بازار هم نالج میده، ما آموزش نالجا رو گفتیم قبلا بهتون گفتیم، عمرال بازار یه سرزن یه بازاریه توی دیوونه شدم توی آشکایت اینجاستش و اینجا شاپ داره با کیج هم گرفتنش کاری نداره، چاپ تا NPC بکشی کیج میتونی جا به جا بکنی، تازه کورنسی واربنده برای هیروهای دیگه هم میتونی بفرسی. خلاصه حرف حساب من اینه که نترسید، نها کنید تمام اینا دارن ترید میزنن، کاری نداره واسه شون، میزنن انجام میدن. یه خورده اولی سخته، ببین میخوای پول در بیاری سعی کنید بهترین خودتون باشید، سعی کنید تلاشتون رو بکنید، اصلا تش نمیشه خرج کنید 50 که 100 که واسه این شغلتون خرج بکنید بیارش بالا، به حداقلش یه شغل داری دیگه. پس اینها پیشنهادای منه، کرافت، حالا هر نوع کرافت، ما از کرافت گیر داریم، کرافت کانزومبل مواد مصرفی، کانزومبل زود قیمتش میشکنه ولی 7 روز اول رید بسیار کانزومبل، یعنی فلاسک و پوشن و ما پوشن انجینیرینگ داریم، پوشن انجینیرینگ هم خیلی خیلی قدرتمنده مسلما، ونتوس داریم که البته بازم پوشن و فلسک رو همیشه تا استدیه خیلی به دردتون میخوره. بعد من بهتون پیشنهاد میکنم که مثلا من میخوام یه چیزی رو بهتون یاد بدم، من یه آدم احمقم مثل تامنل آرتیستم که تو چت من مودریتورم شایان. خب واقعیتش اینه که من برای اینکه بتونم رفع بکنم این حماقتم رو چیکار میکنم، میام توی سرور تست PTR بتا و اینجا آلکمی رو لرن میکنم، مواد خام آماده است، میسازم، فوتای کوزگریش رو یاد میگیرم،
بر فرض مثال میگم و یه بررسی اجمالی همونطور، برای همین اینجوری من براتون ویدیو ساختم، تو تک تک اومدم بچه شغلا رو اومدم تست کردم، اومدم همه رو یه بررسی کردم، خوندم آقا این فیاله چیه. بعد خیلی راحت شما مثلا مثال میگم این فلسک رو نگاه کنید مستری میده، بسیارش که اصلا مستری مثلا میخوان، خب شما مثلا میبینید اوکی اینو با رنگ 1 بسازی چی میشه، با رنگ 2 چی میشه، با رنگ 3 چی میشه، و بررسی میکنی talent ها رو. اگه اشتباه گرفتی اینجا اشکال نداره، سرور تست دیگه، و قیمتش هم حتی آلتاب میتونی توی نسخه اصلی چک بکنید، ببین او شیت 7K میخرن این فلسکو، اوکی تمرکز رو میذاریم روی فلش، روی فیال. مثال میزنم برای هر شغلی که دارید، خلاص سخت نگیرید، به جای اینکه پته پته بیافتید و دنبال آسون ترین راه باشید، دنبال این باشید مشکلاتتون رو حل بکنید و تلاش بکنید واسه کارتون و ان شاءالله موفق باشید. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، شما میتونید بوستر هم باشید. حالا من نمیتونم بگم الان برو بوست بفروش، ولی به حال دو سال دیگه بوست هم جواب تیم بوست پرستیج تو کاتاکلیزم میخوان بوست بفروشن، شما میتونید باشون همکاری بکنید. و به حال خیلی ساده است، جهان وارکرافت راحت میشه ازش پول در بیاری. واقعا من نمیخوام مثلا من پول در نمیارم، ادورتایز من نمیره، شما نمیان منو دونیت کنید اگه پول در بیارید، اشکالی نداره، نوش جونتون. ولی واقعیتش اینه که میشه پول در بیاری راحته، به نظر من که خیلی راحته، به نظر من که کاری نداره، اراده میخواد فقط. این حرفایی بود که قبل سیزن خواستم بهتون بزنم و نترسید. در رابطه با گیرم آخر حرفم بزنم، شما باید بدونی بی آی اس کلاس ها چیه. اگر میخوای بدونی بی آی اس کلاس ها چیه، من یه آموزش ویدیو توی پلیس آموزش اصلیم دارم که با این ویدیو میتونی همه کلاس ها رو یاد بگیری. راستش بهتون یاد دادم که چجوری از سایت آرکان استفاده کنین، آرکان، و اگه نمیدونی برو اون ویدیو رو ببین که آرکان رو یاد بگیری. با استفاده از آرکان شما همه کلاس ها رو میتونی بررسی بکنی و آیتم کرافت هاشون رو بررسی بکنی، یا اصلا یه ووهد سرچ بکنی که میفهمی اوشت این فینگره بیایسه، پس میریم سراغ این. یه خورده باید برای کارت ارزش قائل بشی، درست بازیه، ولی اگه میخوای پول در بیاری باید زحمت بکشی، واقعیتشه. این حرفایی بود که خواستم بهتون بزنم، ان شاءالله موفق باشی، جیباتون پر پول.